تونل زمان، عکس‌های ناب از شهرهای ایران قبل از انقلاب، ارسالی رویا شوماستر. تصویر قدیمی از شهرداری تبریز، تهران دهه 40 خورشیدی. تصویر قدیمی از آبادان، بلوار شاهپور در حاشیه اروندرود. نمایی از میدان ونک در سالهای 1350 تا 1351 خورشیدی به مناسبت جشنهای 2500 ساله. عکس بی‌نظیری از هتل دربند، دهه 40 خورشیدی. موتلقو، شمال ایران، یکی از زیباترین مکانهای تفریحی آن دوران، اوایل دهه 50 خورشیدی. بانوان پلیس، چهارراه زند شیراز، 1347 خورشیدی. تاریخچه حضور بانوان در نیروی پلیس به بهمن 1341 برمی‌گردد که بانوان اونیفورم پوش به صورت درجه داران و افسران در شهربانی و ژاندارمری و همچنین در قالب سپاهیان دانش به کار گرفته شدند. ساختمان‌های دانشگاه ملی، دانشگاه ملی یا شهید بهشتی، سال 1353 خورشیدی. شهید بهشتی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در منطقه اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران واقع شده است. این دانشگاه بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های ایران محسوب می‌شود. این دانشگاه در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در دوره‌های مجازی شبانه دانشجو می‌پذیرد و تاکنون بیش از 43334 دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند. این دانشگاه در سال 1138 با نام دانشگاه ملی ایران یا محمد رضا شاه پهلوی و توسط دکتر علی شیخ الاسلام تأسیس شد و تا پیش از سال 1362 با این نام خوانده میشد. علی رغم افتتاح رسمی در سال 1339 هجری، پذیرش دانشجو در مهر ماه 1339 و توسط دانشکده‌های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری که اولین دانشکده‌های دانشگاه بودند انجام شد. سال 1162 ستاد انقلاب فرهنگی وقت با تغییر نام دانشگاه از ملی ایران به شهید بهشتی موافقت کرد. یک تصویر بسیار قدیمی از آرامگاه امام هشتم شیعیان، مشهد. منظره طغیان زاینده رود در پل مارتان یا پل مهربینان یا پل ماربانان و دورنمای رشته کوه‌های صفه در آذرماه 1333. زاینده رودی که زمانی این چنین طغیان می‌کرد، سال 1333. یک عکس بسیار قدیمی از دروازه قرآن شیراز. دروازه قرآن یکی از دروازه‌های بجامانده از دوره‌های قدیم در شیراز است که امروزه به عنوان یکی از آثار تاریخی این شهر
به حساب می آید. تصویر قدیمی از ساحل بندر انزلی یا پهلوی، روزگاری که ماشین لب ساحل تردد می کرد. آلیقاپوی اصفهان، دهه 50 خورشیدی، یکی از مکانهای توریستی در ایام نوروز. خیابان لاله‌زار تهران، دهه 40 خورشیدی. خیابان حافظ 1326. اهواز، فلکه مجسمه، دهه 50 خورشیدی.